سال انگلیسی داده بود از امریکا اطلاع رسمی رسید که دولت انگلیس از اقدامات دولت ایران در راه اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده است. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیونی ایران. من گفتار امشبمون رو مایل هستم که به یک اتفاقی بپردازیم که 57 سال پیش در کشور ما به وقوع پیوست. 28 مرداد پنجشنبه همین هفته گذشته 57مین سالگرد واقعی بود که برای مدت‌ها در ایران به عنوان قیام شاه و مردم شناخته می‌شد و بعد از انقلاب به نام سالگرد کودتای 28 مرداد شناخته شده. با توجه به در واقع موضوع سیاسی، هر کسی در مورد اون اتفاقی که 57 سال پیش در ایران به وقوع پیوست دیدگاه خاص خودشون رو دارند. به طور مثال در جناح طرفداران رژیم مشروطه ایران بسیاری از مردم معتقد بودند که اتفاقاتی که در 25 تا 28 مرداد سال 32 در ایران صورت گرفت در واقع تبلوری از خواست مردم ایران بود که شاه رو می‌خواستند به سلطنت برگردونند و به خاطر همین قیام کردند. 25 سال این تئوری در واقع در ایران بهش پرداخته شد و براش تبلیغ شد. بعد از انقلاب گفتارمانی که از روشنفکران ایران شنیدیم این بود که نه، این در واقع یک کودتایی بود که CIA درش دست داشت، سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس نقش داشتند، کسانی رو در ایران خریده بودند و مقدار زیادی تا حدود 6 میلیون دلار ادعا میکنن که پول پرداخت شده به افراد مختلف. از فرض کنید یک پهلوانی به اسم شعبان جعفری یا همون شعبان بیمخ تا حتی فاحشه‌های مثلا فرض کنید تهران جنوب شهر که اینها با پرداخت پول به خیابون اومدند و تظاهراتی رو روز 28 مرداد از صبح اول وقت به راه انداختند. در سال 2001 روزنامه نیویورک تایمز یک کتابچه ای رو منتشر کرد که ظاهراً گزارشی بود که یکی از کسانی که به عنوان نماینده CIA در ایران فعال بود در اون زمان به نام آقای دانالد ویلبر نوشته بود. این گزارش در واقع 70 صفحه‌ای که البته تعدادی از صفحاتش رو روزنامه نیویورک تایمز قبل از اینکه منتشر کنه سیاه کرده بود تا اسامی رو به خصوص اسامی کسانی که هنوز زنده هستند در اون پیدا نشه. سیر اتفاقات اون سال رو در ایران و طرز این به وقوع پیوستن این اتفاقات رو با یک دقتی در واقع نوشته بود. تا به حال چندین کتاب اکادمیک هم در این مورد نوشته شده. خاطرات سفیر آمریکا هندرسون منتشر شده. کرمت روزولت که نوه فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا است در اون زمان به عنوان مسئول ایستگاه CIA در تهران مأمور اجرای طرحی بود که به نام تیپه آژاکس معروفه و قرار بود که این توطئه کودتا رو به مرحله اجرا در بیاره. همین آقای ویلبر که بهش اشاره کردیم یک تاریخدان، تاریخشناس و در واقع معماری است که از طرف دانشگاه پرینستون با CIA همکاری میکرده و در اون زمان در ایران بوده. شخص دیگری به نام جان فاستر دالاس که برادر در واقع وزیر دادگستری وقت آمریکا است، او هم به ایران ارسال شده بوده در اون زمان و برنامه رو در واقع اجرا میکردن.
تا اونجایی که ما میدونیم در سال قبل از مرداد 32، یعنی در اوایل سال 32 و سال 31، بعد از اونکه شاه قوام رو به نخست وزیری انتخاب کرد و مردم به خیابون‌ها ریختند و خواستار نصب مجدد دکتر محمد مصدق شدند و بعد از اون به طور قطع و یقین طبق مدارکی که از طرف CIA الان منتشر شده، نمایندگان سازمان اطلاعاتی انگلیس و آمریکا در ایران به پرداخت رشوه به چندین نماینده مجلس ایران و همونطور که عرض کردم افرادی از اوباش و در واقع مردم عادی و لومپن تهران پولهایی به در واقع بخشی از جناح مذهبی به خصوص نزدیکان آیت الله کاشانی که در اون موقع هم موقعیت مذهبی بزرگی داشت و هم رئیس مجلس ایران بود، رئیس مجلس شورای ملی بود، پرداخت کردند و مقالاتی رو در روزنامه‌های مختلف نوشتند که اعتماد مردم رو از دکتر مصدق سلب بکنند و آماده بکنند محیط رو برای این کودتا. همونطور که میدونید دکتر مصدق نفت رو ملی کرده بود و علی‌رغم اینکه او مایل بود قراردادی با سازمان نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس انگلو ایرانیان اویل کمپانی امضا بکنه و خواستار در واقع منافعی بود که در اون زمان در تمام دنیا همین آمریکایی‌ها در عربستان سعودی به توافق رسیده بودند که به صورت 50-50 با اون کشور سهیم باشند در منافع نفت، یا در همون زمان در مکزیک، در ونزوئلا و در بسیاری کشورهای دیگه دنیا این رقم 50-50 به توافق رسیده بود و به صورت نرم در آمده بود. شرکت نفت ایران و انگلیس معتقد بود که قراردادی که داره و اون قرارداد رو حدوداً 40-50 سال قبل از این با دولت قاجار بسته بوده، به این شرکت اجازه داده که 80% منافع رو اون ببره و 20% به دولت ایران پرداخت بشه و ناعادلانه بودن این قرارداد به مرحله‌ای کشوند دکتر مصدق رو که هیچ راهی به جز اختیار گرفتن صنایع نفت ایران براش متصور نبود و هیچ نوع مذاکره‌ای هم به پیشرفت نمی کرد، به خاطر اینکه انگلیس‌ها حاضر نبودند در این مورد با ایران مذاکره بکنند. شرکت نفت ایران و انگلیس یک وابسته به دولت بریتانیا بود و بریتانیا یک تحریم اقتصادی رو علیه دکتر مصدق به کار گرفت که باعث شد مردم در ایران تا حدودی زیر فشارهای اقتصادی حتی کنارگیری بکنن از نهضت ملی نفت. ولی در همون روز 25 مرداد، یعنی 3 روز قبل از موفق شدن کودتا، طبق برنامه‌ای که آقای روزولت بسته بود، کرمت روزولت، شاه یک دستوری رو صادر کرد و سپهبد زاهدی رو به عنوان نخست وزیر تایید کرد و به اون حکم داد. قرار بود که زاهدی به در خونه دکتر مصدق بفرسته این حکم رو و دکتر مصدق رو در واقع بازداشت بکنن. تا اونجایی که ما میدونیم حزب توده و عواملی که در ارتش داشت این اطلاع رو به خود دکتر مصدق رسوندند که یک پروژه برای یک کودتا علیه او در حال اجراست و در نتیجه یک سری از افسران شهربانی تهران که مأمور حفاظت از منظر دکتر مصدق بودند زاهدی رو موقعی که به نزدیکی محل سکونت دکتر مصدق رسید بازداشت کردند و تمام کسانی رو که مأمور در واقع تسلیم این حکم بودند اونها رو بازداشت کردند و در نتیجه خود سپهبد زاهدی هم فرار کرد و مخفی شد. در همون روز آقای روزولت طی تلگرافی که از طریق سفیر آمریکا به CIA و به وزارت خارجه آمریکا فرستاد در واقع ناموفق بودن کودتا رو به اطلاع اونها رسوند و طرح‌های دیگری رو که خودش ظاهراً ریخته بود به اتفاق همکارانی که داشت در اون روزها اون رو به اجرا درآورد و علی‌رغم دستور وزارت خارجه آمریکا که به او گفته بودن هر چه سریعتر خاک ایران رو ترک بکنه، اون پروژه رو که یک پروژه در واقع دستکاری شده و هماهنگ شده با عواملی داشتن در شهر تهران رو پیش برد و بالاخره روز 28 مرداد همونطور که عرض کردم
راهپیمایی هایی از نقاط مختلف شهر تهران به سمت خانه دکتر مصدق صورت گرفت که عوامل اوباش بیشتر در صفوف اول بودند و در نهایت دکتر مصدق دولتش سقوط کرد و خودش رو به زندان بردند و اتفاقاتی که در ایران افتاد در 25 سال بعدش به اینجا کشید که الان شاهدمون هستیم، نه فقط در ایران بلکه در کل خاورمیانه یه سیستم دموکراسی سازی که در واقع محلی بود و با طرح دکتر مصدق در حال اجرا بود متوقف شد و 25 سال بعد با جمهوری اسلامی و با سخت‌ترین نوع در واقع اسلام در افغانستان طالبان و در نکات دیگه در خاورمیانه روبرو هستیم که برخی از جمله استفن کینزر و آقای مارک گازیروفسکی که هر دو اینها کتاب‌هایی نوشتند در مورد وقایع کودتای 28 مرداد معتقدند که اگر دکتر مصدق باقی مونده بود و سیستم دموکراتیک که در اون زمان امید اون میرفت ادامه پیدا کرده بود، لزومی به ایجاد یک جمهوری اسلامی به این شکل که ما الان شاهدش هستیم هیچ وقت پیش نمی آمد و دموکراسی در اون منطقه نهادینه شده بود.